ربخانی در افغانستان تا همین چند سال پیش کی فکرشو میکرد؟ رب زیر پوست افغانستان رو ببینید در آپارات این هفته سلام حسن سارچو هستم خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات نسل تازه افغانستان خسته از جنگ های پدرانشان و خسته از همه نابهنجاری ها در حال تجربه های جدیدی در همه ارسا هستند ربخانی و گرافیتی از جمله تجربه های تازه ای هست که در افغانستان حدود ده 15 سالیه که پا گرفته موسیقی که پیش از این بیش از حدود سی ساله پیش جوانهای های سیاپوست امریکایی در نیویورک در اعتراض به تعویض های نژادی موجش رو به راه انداختن حالا تبدیل به موسیقی اعتراضی در خیلی جاها شده از جمله در افغانستان در این کشور گروهی از جوانهای دختر و پسر با ایجاد گروه های کوچیک و بزرگ تونستن معمولا به شکلی پراکنده کارهایی رو در چارچوب موسیقی رپ انجام بدن دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه کابل هم در کنار سایر انواع موسیقی نوع رپ رو در چارچوب واحدهای درسی سبکهای موسیقی داره تدریس میکنه فیلم رپ زیر پوست افغانستان نگاهی داره به زندگی دو رپر جوان در هرات شریف سعیدی خبرنگار مسنسا سازندگی این فیلم هست آقای سعیدی در سال 1988 در هرات متولد شده و دانش آموخته دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات هست او بعد از سپر کردن چند دوره آموزش فیلمسازی در داخل و خارج افغانستان حالا به عنوان یک مستندساز و همینطور آموزگار در زمینه کارهای رسانه‌ای و سینمایی در کشورش فعالیت میکنه برای صحبت در مورد این فیلم از دو صاحب نظر دعوت کردیم که همراه ما باشن عبدالحسین دانش فیلمساز و صاحب نظر سینمای افغانستان و همینطور الهی سرور خواننده و آهنگساز خیلی خوش اومدید دوی شما به برنامه این هفته ما خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم رب پوست افغانستان رو ببینیم بعد درباره اش صحبت میکنیم ببینیم فیلم بود <applause> مردای بیدار هی دل بیده شدم یا بی قیای رب میخندم و میگم همه مشکل ها به چهر افغانستان رگ خواهر میانه پول سرباز های اردش مردای بیدار هی دل بیده شدم یا بی قیای رب میخندم و میگم همه مشکل ها به چهر او پتون کلون خشتک چون که بره پیش رفت آید قدم بیشتر ورد داریم بریم <applause> تا <applause> که پیشتر هجین از این ایشخد نمیفهمی وقت لخت ها کشال هدفون و موزیک های دگه ایم و توپا گرافیتی رو دیوان زیر آسمون شهر روی زمین های خکی بچه مدا در نیا و هنو منده شبیم بیا بیا رپ زیر پوست افغانستان رو دیدیم ساخته شریف سعیدی مصندی که تلاش میکنه نگاهی مشاهده داشته باشه و به زندگی دو برادر رپر در غرب افغانستان بپردازه عبدالحسین دانش فیلمساز و اصاب نظر سینمای افغانستان سرور خاننده و همینطور الهه سرور خواننده و آهنگساز با ما هستن تا درباره این فیلم و موضوعش بیشتر بدونیم گفتگو رو با شما شروع میکنیم خانم سرور فیلم از نظر شما چطور فیلمیه؟ از لحاظ فیلمسازی اگر به با عنوان یک بیننده اگر من بخوایم این فیلم در موردش صحبت بکنم خیلی او اطلاعات را که من منتظر بودم در این فیلم به دست بیارم خیلی او اطلاعات داده نشد به اون ولی خیلی یک موضوع جالبی بود شخصا بر من به عنوان یک کسی که درسی موسیقی دارم کار میکنم ای که ببینم حال جوانایی هستند که در حال حاضر دارن یک در یک سبک خیلی جدیدی کار میکنن که فعلا در دنیا الان شده مینستریم بیارن و در افغانستان او را برای مردم افغانستان که همیشه موسیقی کلاسیک و فولک شنیدن و حال بعد از در دوران جنگ داخلی هم خیلی دور بودن از موسیقی یک موسیقی جدید را بیارن و در مردم معرفی بکنن موسیقی رب تنها موسیقی بر مخالف خانی نیست که در افغانستان برحال وجود داره در واقع من میتونم بگم که اینمی مخالف خانی یا موسیقی که حال در مورد مشکلات اونمو جامعه حرف میزند ما در موسیقی شمال افغانستان هم داریم موسیقی محلی که در به به نام قطقن مشهور است که آرتیست ها معمولا در مورد مشکلات زندگی خودشان یا داستانهایی که برشان اتفاق میفته یا چه میدانم مسائل روزمره مسائل روزمره مطرح میکنن یعنی خیلی چیز جدیدی نیست ولی چون نسل جوان و خصوصا نسل جوانی که مهاجر بودن خیلی دوچار دوگانگی هستند و هویت خاصی ندارند و دقیقا اینا خواستن که از طریق موسیقی رپ یا هیپ هاپ یک هویت برای خودشان بسازن آقای دانش از نظر شما فیلم به لحاظ ساختاری چطور فیلمی هست؟ فیلم به لحاظ ساختاری من فکر میکنم که یک دست نیست و دوچار مشکلات روایتی هست دچار مشکلات فنی و تکنیکی هست فیلم و با توجه به پس زمینه ای که خود فیلمساز در عرصه خبرنگاری شما گفتین که داره ما احساس میکنم که فیلم تا حدود رفته به سبک گزارشی خبرنگاری بودن تا به عنوان یک فیلم مستند که در او ما زبان سینما را در واقع شاهد باشیم و روایت یک دست داشته باشه که متاسفانه چنین نیست خانم سرو فیلم اشاره داره به ربخانی از کی رایج شده ربخانی تو افغانستان تو این سالا؟ فکر میکنم اوایل 2000 دقیقا زمانی که یک امنیت چه میدانم بیسی آمد در افغانستان و تلویزیون های خصوصی شروع کردن در کار کردن و اکثر رپر که در او زمان شروع کردن مهاجرای هایی بودن که حال از اروپا یا از ایران آمده بودن و فکر میکنم که هنوز هم در حال رشد هستند و هنوز هم موسیقی هیپ هاپ یا موسیقی رپ افغانستان اکثرا در خارج از افغانستان پرودیوس میشه نه در داخل افغانستان و اکثرا کسایی که بر حال موسیقی هیپ هاپ کار میکنن اینا مهاجر هستن که من فکر میکنم یک مقدار میدل کلاس هم هستن چون اکثر کسایی که موسیقی هیپ هاپ گوش میکنن یا دسترسی به کامپیوتر دارن یا که دست دسترسی به دا اینترنت دارن و نمیتونیم بگیم که موسیقی هیپ هاپ خیلی اندرگراند است یا ای که موسیقی است که چه درد مردم ها داره میگه یا اینا بچه هایی هستن که بر از در فقر بزرگ شدن یا دارن با فقر دست و پنجه نرم میکنن یا درسته یک مقداری ولی نه کامپلیتلی بله میشه آقای دانش این ربخانی رو که این بچه ها توی هرات هستن دارن کار میکنن و اسم فیلم از رب زیر پوست افغانستان میشه این فضا رو تعمیم داد به کل افغانستان فکر نمی به خاطر که فیلمساز در واقع دنبال دوتا ربخان در هیرات میره و با یک روایت ضعیف در واقع داستان زندگی از اینا را مشکلات اقتصادی شانه و در اینال شانه این حال تلاش برای اینکه بگوین که ما حضور داریم به عنوان ربخان در این شهر نشان میدن اما خب اینکه که که به تمام افغانستان وسعت بده میره چون این چیزی نیست به خاطر که فلمساز نرفته با دیگر رب خانا در واقع مصاحبه بگیره یا با اونا کار بکنه و وضعیت و یا تصویر از ربخانی در افغانستان ارائه بکنه حرف که اله سرور گفت که فیلمساز اطلاعات خوب ارائه نمیکنه برای مخاطب در فیلم خودش در عرصه موسیقی رپ در افغانستان وضعیت موسیقی رپ موانع اجتماعی که برای خودش داره مشکلاتی که جامعه سنتی آی موسیقی را به چقدر در خودش میتونه هضم بکنه یا نمیکنه اینکه اصلا جایگاه موسیقی را در این جامعه به کجاست چقدر حرفه‌ای هست خب و فیلمساز نرفته سراغ دیگر رپخانه ها و ایره آورده حال در حیرات محدودش کرده به دویجه... خودمانی بود من فکر میکنم یک فکر میکنم یک جمعی از دوستا بودن و همدیگر مثلا چی میگن بعضی اوقات همدیگر میدیدن و هیچ ریسرچ خاصی پشت سر از این فیلم نبود هیچ دقیق. هیچ پروسه ای حال را من نمیدیدم فیلمساز میتونه تحقیق بکنه در این عرصه در عرصه موسیقی در افغانستان موسیقی رب با کسای دیگه تماس بگیره و مبنای کار خودش تحقیق در این عرصه ت... قرار بده شاید اگر که اسم فیلمش رو چیز دیگه گذاشته بود مثلا گذاشته بود داستان دو رپر در هرات اون وقت ما دیگه این مسئله برامون مسئله مهمی نمیشد و پیش نمی اومد ولی باز هم اگر هم اسم فیلم عوض میکردن میگذاشتن در مورد دو تا پسر چه میدونم نمیدونم اسم بندشان چی بود خورشید بود فکر میکنم دقیقا یادم نمونده ولی باز هم اطلاعات کافی در مورد زندگی ای دو فرد نداده بود من دوست داشتم برون وارد زندگی پرسنال از اینا بشم به عنوان بر حال یک ف... کسی که فیلم مستند میبینم من دوست دارم ببینم که اوکی ده خانه از چه خبر است خب حالا ب... به فیلم سیاست پرداختیم البته فیلمساز هم تلاش خودش رو کرده و ممکنه همجوری که هست مشکلات ورود به خانه ها در افغانستان و نزدیک شدن به حریم خصوصی کمی ممکنه سخت باشه برای بستگی داره فلمساز. اگر اگر که مثلا کارکتر مثلا زن می بودن یا اینکه که کارکترها یک کسی می بودن که بر حال چه می دانم، به معنای او در او جامعه به معنای خیلی مردانه و پرغرور و بر حال چیزا که دوست ندارن محیط خانه نشان بدن بعد نمیتونیم بگیم که اینا مخالف خوان هستن یا اینا آلترنتیو هستن به خاطر که هنوز همون اون منتالیتی چیره دارن که من دوست ندارم کسی وارد خانم بشه یا نمیدونم محیط خانه ما چطور با مادر یا با همسر یا با خواهرم رفتار میکنه ربخان زن خ... هم داریم در افغانستان سه چهار نفر هستن که من فکر میکنم سونیتا علیزاده یکی از ربخانهایی است که تقریبا حرفه ای کار میکنه و که فیلم هم در برش ساخته شده بله. ولی من فکر میکنم که هر هنرمندی حالا فرق نمیکنه در سبک رپ یا در هر سبک دیگه نیاز دارن که کارشان از پای قوی بسازن و در موردش راه, راه هستن و در آغاز راه برای خیلی کوتاه فقط آقای دانشون وقتمون تمام هست فیلم بیسرک فیلم شتاب زده هست تدوین به نظر من ضعیف است صدا برداری که موضوع فیلم موضوع موسیقی و صدا هست صدا برداری فیلم به نهایت ضعیف است حالا این فیلم هایی هست که بخاطر یه نفره ساخته میشه و همینات که موضوعا رو مطرح میکنن خیلی ارزشمند هست خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه خب فرصت بیشتری نداریم برای من گفتگو ممنون از الهی سرور و عبدالحسین دانش برای حضورشون در این برنامه شما فیلم این هفته رو چطور دیدین و طبق راهایی که اینجا داره زیرنویس میشه نظر و نقدتون درباره فیلم و موضوعش رو با ما در میان بگذارید تا هفته آینده و یه فیلم دیگه بدرود و پاینده باشید خیلی ممنونم از شما